به نظر من یه بیزنس سکسسفول شخصی که اونو اداره میکنه باید از خوشبختی کسای دیگه هم این لذت بهش بده. اگر این کار باشه این دو طرفه خواهد شد، اونای دیگه هم یعنی کارمندان با دل و جون واسش کار میکنن. ولی اینکه فقط یه طرفه نباشه، شما با دل و جون بتونید واسه اونا کار کنید. فرهنگ این کمپانی، راستش من اینو شاید 25 سال پیش نوشتم و روی فقط سه چیزه. اولین چیز هدف این اینه که از تمام کارمندان بسیار خوب نگهداری بشه. هدف دوم اینه که از مشتریا به صورت خیلی خیلی عالی و بهتر از کمپانی‌های دیگه نگهداری بشه. و سوم اینه که خدمات اجتماعی. راستش تو این عرض این 25 سال خیلی کسا به من گفتن چرا این شعار رو عوض نمی کنی، مثل هر کمپانی دیگه هر سال شعارشون رو عوض میکنن. ولی راستش من هیچ وقت اینو عوض نخواهم کرد، برای اینکه خیلی ایدم به این زیاده که چه من تو این کار باشم چه تو کارهای دیگه، من فکر میکنم این سه تا کار واقعا باعث موفقیت هر سازمانی میتونه باشه. و ما روی این سه تا کار خیلی توجهمون خیلی خیلی زیاده. فرهنگمون از لحاظ این که من هیچ فرض کنید راستش تو کمپانی ما مثلا طبقات خیلی بالا و پایین و اینا اصلا نداریم. ما تو این کمپانی هیچ هر کسی از هر کشوری میتونه، از هر دینی، از هر رنگی اینجا کار بکنه و هیچ فرقی براشون نمیذاریم. ولی هر سال خیلی خیلی سعی میکنیم که جایی که تمام کارمندا کار میکنن، چه تو این کمپانیمون چه کمپانی دیگه، قشنگترین جا باشه، نور زیاد باشه، تمام چیزا مرتب و تمیز به نحوه خیلی خیلی بالا باشه، درآمدهای خیلی خوب داشته باشن، وضع بیمه‌شون و اگر فرض کنید یه اشکالات شخصی دارن تا اونجایی که بشه ما بهشون کمک میکنیم. اگر مریض باشن، اگر خیلی وقتا نتونستن اصلا شاید مدت ها بیان سر کار، ما به قول معروف اینا رو نمیندازیم بیرون از این حرف. و بعد از اگر شما تو کمپانی ما برید، مثلا خیلی بازی های خیلی برنامه های تفریحی، برنامه های اسکی، برنامه سیلینگ، برنامه شوخی، چیزی نیست که نداشت براشون نذاشته باشیم. و همیشه با هر کسی رو ببینی تو کمپانی ما اصولا دارن میخندن، جوک میگن از این حرفا. و راستش منم خودم خیلی دوست دارم جوک بگم. اینه که بعضی وقتا تو بلنگام من سعی میکنم خودم جوک بگم، اونای دیگرم وادار کنم جوک بگن و بخندم. وقتی که مردم کار میکنن حتما خوشحال باشن تا اینکه روی اجبار بخوان کار کرده باشن. یکی خب مسلما اینه که این یکیش مثل کمپانی‌های دیگه که مسلما آدم باید سعی کنه به مشتریاش تا اونجایی که میتونه برسه. و ما تو الحمدلله تو این کار بسیار موفق بودیم. و بعدش هم اون قسمت سوم، من فکر میکنم شخصا وظیفه هر کمپانیه که فقط روی خودش فکر نکنه و اینکه آیا من یا ما آخر سال چقدر سودمونه، چقدر به خودمون میتونیم برسیم. من فکر میکنم وظیفه هر کمپانیه که وقتی که یه مقداری سود داشته باشن، این سودو هم با کارمندان کمپانی قسمت کنن که ما این کارو میکنیم هر سال، و هم
به خدمات اجتماعی کمک کنن، بتونن دست تمام کسایی، خیلی کسایی که لازم دارن بتونن بگیرن. خیلی سازمان‌هایی هستن که به پول، به کمک احتیاج دارن، بتونن به اونا کمک کنن. اینه که اینا رو که وقتی که میذاریم رو هم، یک سازمان بسیار بسیار محکم و قرصی شده که دیگه منم جلوشو نمیتونم بگیرم. دیگه حالا به کجا خواهد رسید و دیگه با خداست. چون من خودم آرشیتکت بودم و خیلی هم دوست دارم، هنوز علاقه دارم، ولی متاسفانه زیاد وقت نمی کنم. بیشتر ساختمونایی که اینجا و جای دیگه تو کشورهای دیگه هم داریم، من خودم نقشه‌شو کشیدم و دیزاین کردم و وقتیم که تموم میشن، تمام کارهای زینتیش، دکوراسیونشو و حتی چیزهای نقاشی، مجسمه ها، هر چیزی که هست تو تمام جا من سعی میکنم خودم انتخاب کنم و اونجا جاشو انتخاب کنم و بذارم. و اینا برای بچه ها خب خیلی جالبه، هم منطقه های کارشون، دفتراشون قشنگتره. خب اینم برای همه جالبه. این مجسمه رو مثلا، چون برای یه قسمتی از ورودی ماست، من از یوتا از یه مجسمه ساز خیلی معروف خریدم. البته اون اسمشو گذاشته بود سکالپتر، یعنی مجسمه ساز. من ورداشتم زیرش یه چیز دیگه نوشتم که we are whom we sculpt، یعنی هر کسی که ما هستیم خودمون رو اونجوری ساختیم، یعنی کسی دیگه نباید بگیم که تقصیر یه نفر دیگه است اگر ما خیلی خوب نیستیم، یا اگر خیلی خوب هستیم هم خودمون افتخار کنیم که اونم responsibilityش مال خودمون. به نظر من یه بیزنس سکسسفول، شخصی که اونو اداره میکنه باید از خوشبختی کسای دیگه این لذت بهش بده. اگر این کار باشه، این دو طرفه خواهد شد. اونای دیگه، یعنی کارمندان، با دل و جون واسش کار میکنن. ولی اینکه فقط یه طرفه نباشه، شما با دل و جون بتونید واسه اونا کار کنید. من بابک هستم، باب ایمانی، حدود 17 ساله در فنامنکس هستم. فنامنکس تنها شرکتی که من واسش کار کردم. فنامنکس خیلی چیز اتمسفیر فامیلی داره. بچه هایی که باشون کار میکنم همکار نیستن، مثل واقعا مثل یه فامیل، دوست، رفیق هستن. واسه همین خاطرم هست که همیشه اینجا بودیم و انشالله اگه ما رو داشته باشن همیشه اینجاییم. هر کسی تشویق شدن که در این شرکت در سال اقلن یه روز برن واسه کار خدمت به هیومانیتی، و این چیزی که شرکت اصلا تشویقمون میکنه که این کار رو بکنیم و بریم کمک کنیم مردمان رو تا جایی که میتونیم. برنامه فنومنکس خیلی کامپلکسه، و وقتی که یه نفری فقط راجع به خودش فکر میکنه، من چقدر درآمدم بوده، آخر ماه، آخر سال چقدر من میتونم سود بکنم، و همه فقط دارن برای اون کار میکنن، یعنی سلف سنتریکه، به نظر من و تو تاریخ بیزنس هم شده که نشون داده شده که اینا، این بیزنس ها هیچ وقت خیلی عمرشون طولانی نخواهد بود. فرض کنین یک جنریشن. ولی کمپانیایی که خیلی پیشرفت کردن و حتی از پدر به پسر و بعدن، اصولا اینا یه پایه قوی مورالی داشتن، نه فقط فکرشون پول در آوردن فقط نبوده. به نظر من باید بیشتر از فقط اینکه آدم فکرش و ذکرش پول باشه، این نیست. من خواهر فرشاد هستم، فلورا صادقی،
یه ایده متحدی با فرشاد داریم که فقط بیزنسمون این نبوده که البته باید موفق بشه تا بتونیم کار کنیم از نظر مالی، ولی همیشه از همون روزهای اولم تا اونجا که تونستیم خدمت به کامیونیتی و هر کی که دستمون میتونسته بگیره دست اونو کمک کردیم. ما کمپانیمون از این تو عرض این 30 سال 28 سالشو خیلی کارهای خدماتی برای خیریه میکنیم. هفته نیست که یه دونه از کمپانیهای ما برای یک واقعی یا یه کسایی که شاید احتیاج به کمکی داشتن ما یه کاری براشون نکنیم، و این یه واقعا شده یه قسمتی از کمپانی ما، و ما یه کمیته داریم که هر هفته اینا فکر میکنن و انجام به یه کارهای خیریه میدیم، و خیلی همه نه فقط تو آمریکا، توی ایتالیا، توی انگلیس، تو فرانسه، تو استرالیا، نیوزیلند، خیلی. و فرقی که ما کمپانیمون داره با اونجوری که من دیدم با کمپانیای دیگه، ما خودمون هم من هم تمام کارمندامون، خب یا بیشتر کارمندامون واقعا اینوالو میشیم، دستامونو آسینامونو میزنیم بالا و هم از لحاظ مالی کمک میکنیم، هم از لحاظ جسمی کمک میکنیم، از لحاظ فکری. خیلی موقعی که فرض کنید یه زلزله یه جا شده، ما رفتیم کمک کردیم، یا رفتیم تو جنگل‌ها در کشورهای جهان سوم مدرسه ساختیم، آشپزخونه ساختیم برای بچه‌هایی که وضع مالیشون خیلی خوب نبوده. از این کارا جزو واقعا خوشبختی ماست. البته امید من به آینده ایران اینه که انشالله یه زمانی بشه، انشالله به زودی، که انشالله تا موقعی که ما زنده هستیم بتونیم برگردیم ایران. و نه فقط من، البته آرزو خیلی تازه بیشتر من اینه که من حتما بچه هم بتونم برگردن ایران، یا ایرانو ببینن، اقلا ایرانو ببینن، ببینن کجا پدرشون، مادرشون، خانوادهشون از کجا اومدن اینا، و اونا واقعا دلشون میخواد. انشالله یه موقعیتی بشه که ما بتونیم اونجا این تمام کارهای علمیمونو ببریم اونجا و برای دانشگاه و برای دانشجوها و برای دانشمندا استفاده شه. و از لحاظ خیریه ای واقعا این یه دونه از هدفهای من تو زندگی بوده که بتونم این همه، ما به خیلی جای دنیا کمک میکنیم، دست سعی میکنیم به اصطلاح به نحوه کوچیک خودمون یه قدمی بذاریم، ولی آرزوم همیشه این بوده که بتونیم برای این کارهای خیریه رو تو ایران بکنیم و به دست یه هموطنمون رو بگیریم، یا خدمتهای خوبی اونجا بتونیم بکنیم. من آرزوم اینه که یه موقعی بشه که هم من بتونم برگردم، خانوادم بتونم برگردن، بچه هام بتونم برگردم، و چه کارهای علمی، چه کارهای خیریه‌ای بتونیم تو ایران بکنیم.
21st century, but we're still fighting for peace. Wars, hate crimes, and terrorist attacks, it's making it hard to breathe. We're investing in weapons of mass destruction when the third world is hungry. You and I have the power to create a future with the violence and poverty. Get informed, get inspired, stand up, speak out and break the silence. Build awareness, share the knowledge, stop ignoring and deliver the message. To make the way, to make the change. One voice can make a difference. Just a breath away, to make a change. Dropping bombs, killing innocent victims. We're missing love for humanity. We have a mission to accomplish and to practice what we preach. Yeah. Get inspired, stand up, speak out and break the silence. Build awareness, share the knowledge, stop ignoring and deliver.